همونجوری که گفته بودیم آقای محمدزاده عزیز توی استودیو با ما همراه هستن. خوب هستم محمدزاده؟ خیلی خوش اومدین. ممنونم. با درود به بینندگان در خدمتتون هستم. آقای محمدزاده، قرار شد که این بار در مورد انواع و اقسام گردن درد ها صحبت کنیم. بله درسته. قبل از همه میخوام یه خلاصه کوچکی از انواع گردن درد ها بگم. معمولا گردن درد شایع تو بین مردم مسن و از سن 30 به بالا آرتروز گردنه که تا آخر عمر ادامه داره. گردن دندهای دیگه جراحات ورزشی هستن که میتونه یا ستون فقرات یا مایچه یا تاندون چیزی جراحت پیدا بکنه. و نوع سومش که خیلی شایع تر از همه اینا هست جدیدنا، به خاطر جراحاتی که ناشی از کار و مشاغل روزمره است. آره که متاسفانه اکثر مردم باش درگیرن و امروز ترجیحاً بهتره که راجع به آرتروز گردن صحبت بکنیم، چون مفاصل زیادی داره و نمیتونیم همش رو بررسی کنیم. پس در خدمتتون هستم اگه سوالی دارید. خب آقا محمدزاده، آرتروز گردن میگین که خب تا آخر عمر کسی که بگیره داره این آرتروز گردنه، ولی اون اوایل نشونه چیه که اون طرف بفهمه که آرتروز گردن گرفته؟ یعنی چه میشه جلوگیری کرد در واقع؟ آره اصلا آره دیگه دقیقاً. ببینید اولا ما باید اینو متوجه بدونیم که آرتروز بیماری نیست. آرتروز یه پروسه طبیعی سن انسانه که از 40-50 به بالا که میرسی به خاطر فشارها و مشکلاتی که در طی این 30-40 سال اول زندگی به مفصلا میاد، این در واقع استک. ببین اگه یه دقیقه من با دستم فرض کنین دو تا مهره است که بینشون دیسکه. درسته. این دیسک به خاطر فشارهایی که بهش میاد، هم فشاری هم چرخشی و هم کششی، سه تا نیروهای مختلفن که به مهره وارد میشه. این در طی مدت این دیسک معمولا یه چیز خیلی صاف و شفاف و فلکسیبله. وقتی که کار زیاد ازش میکشیم خشک میشه و استکاک رو میبره بالا بین مهره ها. در نتیجه این خود دیسک و از یه طرف هم سر استخون که بینا به هم وصلن، اینا یک نوع خرابی پیدا میکنن و در طی سالیان چند سال در واقع به آرتروز تبدیل میشه. و چجوری میشه اینو فهمید؟ خیلی تست ساده. همین الان بینندگان میتونن جلو آینه وایستن و 4 حرکت من نشون میدم با گردن انجام بدن. ببین آقا کسو، اگه شما الان گوشتو به طرف شونت ببرین لطفا، فقط آفرین. من میتونم ببرم. آره حالا به طرف حالا به طرف چپ. حالا البته اینا رو باید روبروی آینه باشی یا تراپیستتون از بغل و جلو نگاه کنه. چرا؟ که ببینید اگه شما طبیعی بتونید گوشتون ببرین تا نزدیک شونه باید بره. ببین هر مفصلی یه حدی حرکت میکنه. این حرکت وقتی کم بشه نشونه بیماریه. یا صبح از برعکس چونتون ببرین به طرف شونه، آفرین، و یکم عقب جلو، یکم که چرخشیه. ببین همینا رو اگه حس کردین یه طرف کمتر میره یا یه طرف بیشتر میره، یا صبح از خواب بیدار میشین گردن تو خشکه، بعد که 2-3 ساعت میگذره میبینین کم شد، دردش هم همون صبح بیشتر از همه است. یعنی هر روز صبح که از خواب پا میشن گردنشون خوش شده؟ همیشه، متاسفانه هر روز. برای بیماری آرتروز که میگم بیماری در واقع نیست، متا آرت به این اسم شناخته شده، یک دیجنریشنی از مفاصل بدنه که این در طی سالیان رو هم انباشته میشه تا جایی که اون مفصل رو در واقع کارایش رو کم میکنه. حالا میگم با همین تستای ساده. اما آرتروز نداریم دیگه؟ نه 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 ماشاءالله. یکی همین تستای ساده ببینن یه حرکت کم محدود شده، یا مایچه های اینجا خیلی درد میکنن، چون این درد معمولا یه جایی که شما درد داری به بالا پایین سرایت میکنه. و وقتی که در طی روز میبینن نه این درد کمتر شد، اینا نشونه های خاص آرتروزه. من تا میگم ما چیزایی که اینجا میگیم یه چیز عمومی میگیم. هر کسی نمیتونه پاشه و خودشو معاینه کنه بگه من آرتروز دارم یا ندارم. بهتره پیش دکتر یا فیزیوتراپ برن که بهترین نتیجه رو بگیرن. یه چیز دیگه که من میخواستم همین اول اشاره بکنم، کسی که آرتروز بهش میگن آرتروز داری، خیلی راحت بدون که آخر دنیا نیست.
یعنی آرتروز هم خیلی مواقع اشتباه متاسفانه معاینه میشه، دایگنوز میشه. در خیلی از موقع هم که آرتروز شما دارید میتونین خیلی راحت با این مدارا کنید، نذارید خراب بدتر بشه، حادتر بشه. چون اگه شما آرتروز گرفتین اینو همجوری ولش کنید، همین روز به روز این خراب بدتر میشه تا جایی که دردش بیشتر میشه، احتیاج به دارو دارین، شاید در یه سری جهات جراحی استفاده بشه. اینه که مدیریت این دست خود مریضه، که اونم با ورزش کردنه. ورزش هم یکی از راه‌های خوبشه. بله، ورزش در کنار این، من فکر میکنم بهترین کاری که برای آرتروز میتونم بکنم مردم، بازم فیزیوتراپه. فیزیوتراپ در مراحل اولیه آرتروز خیلی کمک میتونه بکنه. ببینید، فیزیوتراپی تنها ورزش نیست. من بیشتر حالا راجع به ورزش صحبت میکنم، برای اینکه کار دیگر رو نمیتونیم نشون بدیم، نمیتونیم اینجا انجام بدیم. یه سری کشش ها هست که مفصل و تراکشن میگن، اینجوری قشنگ میکشی و فشار روی دیسک رو کم میکنی، یا یه سری تکنیک های دستی دیگه هست که انجام میدی. به هر حال الان ما چیزی که اینجا میخوام بگیم، میخوام دوست عزیزمون توی خونه این ورزش رو انجام بدن. آره. در کنار آره. فیزیوتراپی. حتی یه چیزی که از طریقه ورزش کردن هم فکر میکنم خیلی مهمه. یعنی مثلا حالا من تو این 15 سالی از ورزش میکنم، حالا اساتید مختلف که اومدن همه خیلی تاکید میکردن که مثلا چون همه ورزش ها همیشه ورزش گردن رو توشون دارن، یعنی که اول باید گردن رو نرم کنی و کمر رو نرم کنی که بتونی ورزش کنی. ولی این طریقه ورزش اگه زیاد فشار بیاره دقیقاً برعکس عمل میکنه. دقیقاً. ببین، ورزش اون روز هم اشاره کردم، ورزش یک نوع خلاقیته. همه این ورزش ها، از ورزش های دست جمعی تا شخصی و یا نرمش ها، حرکت های ورزشی، همه از اینجای ساخته شدن. منتها اونی درسته که رو اصول باشه و رو تحقیقات باشه. الان در 15 سال اخیر تمام ورزش مختلف رو جاهای مختلف و بیماری های متفاوت بررسی کردن با تحقیقات خیلی محکم و دلایل خوب، و اونو شما میتونید مطمئنی که اگه این ورزشی با از تحقیقات اومده و تحقیقاتش معتبر بوده، میتونید رو گردنتون اجرا کنید. درست. اینه که به عنوان مثال کشتیگیرامون، یکی از اینا این که گردن خیلی زیاد میگیرن و یا ریسک آرتروز در آینده، یا فوتبالیستا. ببینید، چون فشار به گردن بیش از حد بوده در طی سالیان سال، این دیسکو به هر حال خیلی طبیعیه که فشار بهش میاره و ریسک گرفتن آرتروز زیاده. منتها از اون ور چون مایچه ها رو خوب قوی نگه داشته یه ورزشکار، باز ریسکش رو میاره پایین. پس ببینین، نوع ورزش خیلی مهمه، که حالا در یه جلسه دیگه امیدوارم راجع به ورزش و نوع ورزش ها اصلا صحبت بکنیم. ولی امروز هم چند تا ورزش داریم دیگه. امروز خیلی، حالا برای آرتروز کسایی که ورزشایی که میدیم خیلی ساده است، اگه میخواین خوبش انجام بدیم باید پیش فیزیوتراپ بریم. ولی به طور شخصی تو خونه، حتی اگه آرتروز هم ندارید و یا گردن دردهای دیگه دارید، باز این ورزشا موثر و خوب هستن برای همه. خیلی وقتا شده من خودم مثلا اینجوری شده، صبح از خواب پا شدم مثلا گردنم خوش شده. آره. یا اینکه مثلا برای زیاد کار کردن و اینا فشار. ببین، اکثر بیماری های مفصل و کل سیستم اسکلت بدن به خاطر کوفتگی مایچه ایجاد میشه. ببین، هر مایچه، مثلا مایچه شونه به گردن وصل میشه. درست. یکی دو تا مفصل به هم وصل میکنه. این مایچه اگه نتونه خوب منقبض منبسط بشه و کش بیاد، مایچه مقابل اونم خوب کار نمیکنه. مایچه همیشه مقابل و مخالف هم کار میکنه، یکی کنتراکت میشه، یکی ریلکس میشه، و در نتیجه مفصل شما رو نمیتونه خوب جای خوبش نگه داره. به خاطر همین که مایچه اول باید به حالت، به خاطر همون مثلا یه سری درمانه مثل گرما و اینا هم خوبه، موثره، که اون تنشن مایچه رو بیارن پایین، خشکی مایچه رو بیارن پایین، بعد شروع کنیم به ورزش کردن. حالا ورزش ها رو اگه دوست دارین یه مروری بکنیم، یه چند تا شروع. الان میتونیم اینجا ورزش ها رو انجام بدیم؟ آره، چرا نه، هر که هر جا میتونه. نشسته میشه اصلا پشت میز کامپیوترتون، پشت هر کاری که هستین، میتونین ورزش ها رو تو 5 دقیقه استراحت انجام بدین. هیچ چیزی نیست. باید فقط میگم یکم خلاقیت به کار بدین و انجام بدین. ورزش نشون دادنش آسونه، هزار تا ورزش آدم میتونه نشون بده، ولی کسایی که آرتروز دارن آیا پا میشن الان انجام بدن یا نه؟ در واقع بیشتر نرمش فکر میکنم. درسته، این نرم کردن، با نرمش باید شروع کرد. درست. ولی در نهایت ببین، وقتی که ورزش یک نوع چیز ایمپالس میدی، به من لغت فارسیش متاسفانه یادم نمیاد، یه سیگناله. درسته. وقتی که بافتی که زخمی شده، حالا دیسک، عصب، استخونه، مایچه است، شما این سیگنال بهش میدین، این از نظر فیزیولوژی بیدار میشه.
یه سیستم تو اینا هست که این میگه خیلی خب من باید یه کاری بکنم و کارش یه درمان و بهبودی شروع میشه. در واقع فیزیوتراپی چیکار میکنه؟ با این سیگنالایی که به جراحات میده، بافته زخم شده میده، اینا رو دوباره فعال میکنه. چون بدن ما برای اصولی ساخته شده که خودش میتونه تمام بیماری‌ها رو ترمیم کنه. درسته. متاسفانه یا شرایط خارجی محیط زیست و زندگی اینا نمیذاره، استرس‌های اضافی اینا نمیذاره، یا هم بیماری اونقدر حاد شده که دیگه بدن احتیاج به چیز دیگه‌ای داره، کمک خارجی داره که مثلا فیزیوتراپ، دکتر یا غیره. اینه که ورزش‌های گردن و آرتروز هم حتی اینایی که مشکل کار دارن مثل دندانپزشکا، مثل آرایشگرا، تمام کسایی که اونا راجع به مشاغل سری دیگه امیدوارم صحبت کنیم، تمام کسایی که فشار بیش از حد به گردن و شونه میاد یا دستا، اینا در ریسک آرتروز قرار دارن در نهایت. و بهترین کارش هم اینه که شما نذارید اون مقدار نیروهایی که به شونه و گردن وارد میشه از حد مقاومت این بافتا بره بالاتر. یعنی وقتی نیرویی که به همون سری پیشم گفتم به شونه شما وارد میشه بالاتر از مقاومت شونه شما باشه، شونه بیمار میشه. یک نکته دیگه هم اشاره کنم اینجا اگه ببخشید، منتظر ورزشیم ما. تمام بیماری های شونه و گردن به هم ربط پیدا میکنن. اگه شما گردن داری، گردن درد ببخشید، اینو درمان نکنی شونتون بیمار میشه. اگه تاندون شونتون پارگی پیدا کرده، التهاب پیدا کرده، یا خشکی مفصل کپسول شونه دارین، اینو درمان نکنید گردنتون درد میکنه. برای اینکه تو بدن گردن و شونه ها به هم وصلن و کمر رو باستن به هم دیگه. هر بیماری اینا رو میتونه اثرات جانبی داشته باشه. درسته. به هم مربوطه. دقیقاً. تاثیر میذاره. چون حرکتشون به هم مربوطه. حالا اگه دوست داریم ورزشا رو در خدمت باشیم. آماده کسرا. بله. حالا مثلا ما نرمشو کردیم الان ورزشی. ببین اولین ورزشش قشنگ دستاتو جلوی شکمت اینجوری میگیری، شونه هاتو قشنگ بچرخونید به جلو. شما هم میگین کسرا، ولی منم انجام میدم. شما در بعدی مال شما میشه. شاید اصلا این برای خانوما مناسب نباشه. واقعا خانوما حالا بچرخونید قشنگ 2-15 قشنگ بچرخونید به عقب، خیلی نفس عمیق بکشید همراهش، بعد برعکس به جلو بچرخونید 2-15. آره. ببین میتونیم با یه 10 شروع کنید. مهم اینه که این ورزش انجام بشه و در طی مدت بیشتر بشه. برای همینه که یه نفر میخواد که شما رو به طور شخصی هدایت کنه. من اینا یه چیزایی که میگیم اینجا کلیه، فردا نمیدونید کسی بگه آ من انجام دادم خوب شدم یا نشدم. ببین ورزش یه دقیقه هم در سال مفیده، این ثابت شده. حالا بسکی به بیماری شما داره، بسکی با چیزای این چیزیه که باید همه انجام بدن. حالا کسی که بیماری داره شاید اصلا برای اون بیماریش مناسبم حتی نباشه، یعنی باید بره پیش دکتر بپرسه. ولی هر بیماری، هر ورزش ساده ای که شروع بکنی شما مطمئنا عالیه. حتی برای کسی گردن درد هم داره این مشکل رو ایجاد میکنه. اصلا کسی گردن درد دارن اینو انجام بدن مطمئنا، در حالی که درد هم دارن. ولی آره ببین، تا حدی که دردتون بیش از حد نشه، در حد که بتونید شما درد رو تحمل بکنید، این ورزش رو میتونید انجام بدید. ببینید وقتی که شما مثلا یه لباس میپوشی، فشاری که به گردن و شونت میاد بیشتر از این چرخش اینجوریه. همین که دست رو میبری بالا فشار بیشتری بهش میاد، یا یک کتری آب بلند میکنی، این بالاخره این نیرو از اینجا میاد به شونه وصل میشه، شونه هم وصل به گردنه. پس از ورزش نترسین، ورزش رو سعی کنید اصولی و با خیلی نرمش ساده شروع کنید، بعدن مقاومتش هی میره بالا. خب یکی مزمد. اولیش پس 2-15 به جلو، 2-15 هم به عقب. بعد در ادامه این قشنگ گوشتون رو ببریم به سمت چپ، فشار ندین، خیلی راحت بذارین خودش بره به چپ و راست. چقدر بعد نگه داریم؟ نه اینا حرکت نرمشیه، فعلا احتیاج به نگه داشتن نیست، اون کششی ها بعدن میاد که نگه میدارید. خیلی خب، بعد قشنگ جلو و عقب. و اینم که اخیرا من شنیدم یه جایی گفتن حرکت برای گردن، برای ورزش برای گردن اشتباه و ضایعات میتونه بیاشه، کاملا اشتباهه.
ورزش برای هر قسمت بدن مطمئنا من فکر می‌کنم همون برای اشتباه ورزش کردم میگن چون بعضیا هستن همین ورزش رو می‌کنن توم میارن پایین بالا گردن خب گردن حالت چیز اهرمی داره اگه شما اینو محکم بیاری پایین مثل ریپلش میشه شلاقی که تو تصادفا پیش میاد ماشین از عقب میزنه به یکی دیگه گردن چون محکم میره عقب جلو میاد این بیش از حد کش میاره بافت داره خب یکی بعد قشنگ چونتون ببرین لطفا به طرف راست و چپ اینا چیز خیلی ساده است که همه میتونن انجام بدن کاملا امنیت داره و هیچ مشکلی برای ایجاد نمیکنه کم انجام میدی یا کسرا من دارم میبینم کسرا اصلا ورزش نمیکنه تو باتی اون بر میگم من دو سه تا میذارم حسابی سینه خیز بره کلاخ بر سینه خیز خیلی خب یکی بعدی قشنگ چند دفعه هم بچرخونید از چپ به راست و راست به چپ کسرا درست انجام یه دور کامل یه دور کامل قشنگ یه دور کامل تا اینو یا نشسته انجام بدید این چرخشی را یا هم خیلی یواش که حالت تهوع بهتون دست نده سرگیجه و تهوع خیلی خوب اینا ورزش خیلی ساده گردن بود که گردنتون رو نرم می‌کنه مخصوصا صبح که از خواب پا میشین و اون خشکی گردن رو دارید اینا خیلی موثره همه اینا 2 تا 15 تا برای گردن 2 تا یه 10 تا هم بکنید کافیه و اینا دیگه رو میتونید بیشتر کنید تا از کم شروع کنید هفته 5% بهش اضافه کنید یا 5 تا ورزش دیگه خیلی خوب یکی بعدی دستاتون رو قشنگ جلوی سینه‌تون نگه دارید اینجوری نه اینجوری اینجوری خیلی خوب من فقط بگم که وقت خیلی کم داریم آره. حالا بریم بالا و پایین تا قشنگ تا آخر آره و پایین آفرین این یکی بعدی اینم باز تمام اون قسمت گردن رو تأثیر میذاره یکی بعدی قشنگ دستتون رو بذارید کنار گوشتون بالای گوشتون و محکم سرتون رو به دستتون فشار بدی قشنگ فشار بدی جالبه وقتی گردن درد میکنه این کار میکنی چیزا هم میشه آره اصلا اینجا فشار میگیره 20 ثانیه 30 ثانیه هی هفته 10 ثانیه بهش اضافه کنید 4 5 دفعه تکرار کنید در 4 جهت باز بغل جلو رو دو دستی میتونید بگیرید آره و عقب سرتون میتونید دو دستتون بذارین فشار بدین نگه دارین 4 دفعه 20 ثانیه ادامه بدین یعنی هر جوری که فشار میدین مخالفش گردن حرکت میکنه یکی بعدی قشنگ انگشتتون بذارین روی چونتون لطفاً حالا چونتون رو بدین تو یکم اگه خوب انجام بدین صداتون هم تغییر میده یکم حالا صدای من تغییر کرد نه دقیقا این یه مایشه هست که ثبات دهنده بزرگی تو داخل گردن با این کار اون تقویت میشه یه ورزش خیلی خوبی دیگه یکی هست که برای دستاتونه چون میگفتم حرکت دست باعث میخوای اونو هفته آینده بگی؟ یه کشش اگه فیلم کف جو دستتون به صندلی یا میز وصل میکنید قشنگ میکشین بدنتون به این طرف مقابل بعد دست دیگه میره قشنگ گردن میگیره و میکشه به این ور دقیقاً این هم 20 ثانیه نگه دارین و 3 دفعه تکرار کنید و جهت مخالف هم همینجور کم انجام میده کسرا آره چرا خب باید بریم برنامه تموم شه میرم قشنگ انجام میدم شما خود دیگه وقت نداریم بعد میگید وقتمون کمه هیچ کار نداریم خیلی بعدم دست در نکنه مرسی از شما واقعا البته که میکنین برای بینندگان زحمت ما امیدوار هستیم که دوستامون واقعا این ورزشا رو انجام بدن بخاطر اینکه خیلی راحت و آسونه میتونن بشینن و ورزشا رو انجام بدن دلیلی که انجام نمیدن من فکر میکنم به خاطر کمبود اطلاعات اگه بدونم بدنشون میشه خوب کرد بدون دارو و جراحی خیلی انجام میدن بله مرسی مرسی آقای محمدزاده ما هفته آینده دیگه هم بحث و ادامه میدیم و ورزش های دیگه بله خدمتتون هستم متشکرم رسیدیم به پایان برنامه امروز راه ارتباط با ما رو که میدونید فیسبوک مناتو پلاس و وبسایتمون و گوگل پلاس بله به اتفاق آقای محمدزاده و کسرا از همه شما خدافظی میکنیم خدا نگهدار